کتابخانه صوتی فارسی زبانان تقدیم می کند. همراهان گرامی، لطفاً برای توسعه فرهنگ کتابخانی و افزایش دانش همگانی با فشردن دکمه سابسکرایب و لایک و به اشتراک گذاردن آثار این شبکه ما را در این امر خطیر یاری فرمایید. برای دانلود و بازدید از دیگر آثار فرهنگی ما نیز لطفاً به پایگاه اینترنتی www.farhangfarsi.com مراجعه فرمایید. تاریخ بیداری ایرانیان، نوشته ناظم الاسلام کرمانی. میرزا محمد هاشم، ملقب به ناظم الاسلام کرمانی، یکی از آزادی خواهان و فعالین سیاسی دوران ناصری است که خود از نزدیک شاهد و ناظر رویدادها و حوادثی بود که نهایتاً منجر به ایجاد اولین مجلس ملی موسوم به مجلس مشروطه گردید. صفحه 82. سلطان عثمانی عبدالحمید خان کتباً و تلگرافاً او را به استانبول دعوت نمود و به حدی اصرار و ابرام کرد تا سید به سمت استانبول حرکت فرمود و در استانبول با نهایت اعزاز و اکرام چندی به سر برد و با کالسکه سلطنتی حرکت می کرد. علما و رجال سیاسی پیوسته با او بودند. مجالس سید را بسی مقتنم می داشتند تا آنکه به سلطان رسانیدند که سید با خدیو مصر عهد اتحاد و اتفاقی بسته. سلطان عبدالحمید خان بر خود و استقلالش ترسید و هم قتل ناصرالدین شاه را به او نسبت دادند که میرزا محمد رضا در استانبول دستوری از سید گرفته و به تهران رفته و به مقصود نائل گشته. سفیر ایران مجمعی از سفرا کرده و به سید اظهار داشت که عمل میرزا رضا به تحریک شماست. جواب داد که من نگفتم میرزا رضا ناصرالدین شاه را بکش، بلکه گفتم ایران آباد نمی شود مگر به قطع ریشه شجره خبیثه استبداد. در حالتی که جزئی درد گلو عارض سید گردید که طبیب سلطان بر او وارد شد، مرض سید اشتداد یافت. جزئی کلی مسکوم شبیه به مسموم به فاصله چند ساعت گلو و دهان سید آماس کرده و درگذشت. رحمت الله علی. هرچند امین السلطان صدر اعظم ایران نهایت سعایت را در قتل و اعدام سید جمال الدین نمود، لکن سفیر ایران علاء الملک به مسامحه گذرانید، چه ارق سیادت سفیر و اطلاع بر دوستان و هواخواهان سید باعث شد که سعی در نجاتش نماید. لکن سعی او مثمر نگردید، چه سید
طرف سوء ظن دولت عثمانی واقع گردید و موقع رفع اتهام از خود نیافت. اشخاصی که با مقاصد سید همراه شدند از علماء مرحوم حاج شیخ هادی نجم‌آبادی و جناب آقای طباطبایی، از رجال دولت مرحوم امین الدوله و مرحوم مشیر الدوله، از اعیان آقا میرزا نصرالله خان و برادرش آقا میرزا فرج الله خان، از شعرا مرحوم زکا الملک، از جریده نگاران مرحوم اعتماد السلطنه، از اطبا دکتر مهدی خان و میرزا داوود خان و میرزا عبدالله خراسانی، از تجار مرحوم حاج محمد حسن امین الضرب و جمعی دیگر از کسبه مثل آقا میرزا علی اکبر ساعتساز معروف به حکیم، از ملاکین حاج میرزا آقای ارباب و حاج میرزا حسین علی پسر مرحوم حاج عبدالعظیم هراتی، حاج سیاه نیز از دوستان سید بود. از قبیل میرزا رضا متجاوز از 50 نفر بودند که در مجالس سید مات و مبهوت و ساکت می نشستند و به خدمتش افتخار می نمودند. آقا میرزا حسن که الیوم در مطبعه آقا سید مرتضی است نیز در اداره سید آمد و رفتی داشت. مقصود سید در ظاهر اتحاد دول اسلامیه و اتفاق مسلمانان بود، لیکن در معنی جمهوریت و مشروطیت ایران را ساعی و جاهد بود. در مجالس علنی مفاسد استبداد و سلطنت استبدادی را آشکار می‌فرمود و در محافل سری دوستان خود را تحریص و ترغیب می‌نمود به بیداری مردم. لکن پس از تبعید و نفی از تهران دوستانش را وصیت می‌فرمود به کتمان و استتار مقصد، چنانچه در یکی از مکاتیب خود به حضرت آقای طباطبایی چنین نوشته است: لا صداقت الا به اتحاد المشرب ولا قرابت الا به وحدت المعرب و بعد از ذالک لیس لک ان تقول ما رأیتک و ما رأیتنی. زمانی هم در مکه معظمه تشکیل انجمنی داد موسوم به ام القرا و خیالش این بود نماینده های مسلمان روی زمین را در این انجمن گرد آورد و برای مسلمانان روی زمین یک سلطان که یا در استانبول یا در کوفه سکنا گیرد و یک اعلم که در مکه نشیند و تکالیف مسلمین از این مجلس برخیزد و پس از امضای سلطان و اعلم منتشر گردد و سایر پادشاهان مسلمان به اسم امیرالامرایی موسوم و در تحت امر سلطان محکوم باشند. سلطان عبدالحمید خان این انجمن را برانداخت به توهم اینکه شاید انتخاب سلطان بر حسب قرعه قرار گیرد و به غیر او قرعه افتد. مدت دوام انجمن 1 سال بود و نظامنامه آن تب و به تمام بلدان فرستاده شد. اجزای این انجمن معدوم و یا در زوایای خفا جان دادند. فتنه عربی پاشا در مصر از نتایج این انجمن بود و عربی پاشا از شاگردان سید بود. اگرچه فاضل معاصر جورجی زیدان می نویسد از سید تألیف و تصنیفی دیده نشده است، لیکن روزنامه عروت الوثقا و روزنامه حبل المتین اول و رساله فضایح الاستبداد و رساله در رد دهریین و طبیعیین و رساله در حقوق صفحات عالم را فرا گرفته است. نمی دانم علت چیست که فاضل مزبور می نویسد درباره سید: فقد نشأ قطبا من اقطاب الفلسفه و آش رکنا من ارکان السیاسه ولکنه مات ولم یتم عملا ولا الف کتابا الى آخر. چند مکتوب از مکاتیب سید جمال الدین به دست نگارنده آمد، یکی را در حالات آقای طباطبایی درج نمودیم و دیگری را هم که به آقای طباطبایی نوشته شده است چند فقره آن را ایزن درج نمودیم. سومی مکتوبی است که از حضرت عبدالعظیم به ناصرالدین شاه نوشته است. چهارم و پنجم 2 مکتوب عربی است که به مرحوم آیت الله میرزای شیرازی و علمای ایران نوشته است.
تصاویر مقابل صفحه 76. 1. حاج میرزا حسن شیرازی، متوفا در روز دوشنبه 8 شعبان 1312 قمری. 2. میرزا تقی خان امیر کبیر، شهادت 18 ربیع الاول 1268 قمری برابر با 21 دی 1230 شمسی. 3. سید جمال الدین اسدآبادی، تولد 1254 قمری، مرگ 1314 قمری. 4. حاج محمد حسن امین الزر. ادامه متن. صفحه 83. مکتوب سید جمال الدین که در سفر ثانی ایران از حضرت عبدالعظیم به ناصرالدین شاه نوشته. عرض داشت به سده سنیه عالیه و عتبه رفیعه سامیه اعلی حضرت شاهنشاه اسلام پناه. در مونیک وقتی که از شرف وعد احترامات و اجازه مصاحبت موکب همایونی در زمره ترد بودم، در همان محضر اسنا جناب امین السلطان وزیر اعظم چنان پسندیدند که این عاجز برای اصلاح بعضی امور ضروریه اولا به پترزبورگ رفته، پس از انجام آنها به ایران بیایم. اعلی حضرت شاهنشاه اقام الله بهی دعامت المدن استحسان فرمودند. در شب همان یوم الشرف 5 ساعت جناب وزیر اعظم به این عاجز مکالمه نمودند. خلاصش آن که اولا دولت روسیه و رجال و ارباب جراید آن را حق نیست که ایشان را بر جلس و نشانه سهام نمایند و از در معادات و معاندت برآیند، چون که ایشان یعنی جناب وزیر اعظم مالک و صاحب ملک نیستند و رتق و فتق امور به قدرت ایشان نیست. دیگران که مسئله کارون و بانک و معادن قبل از ارتقای ایشان به رتبه وزارت عظما انجام پذیرفته است. نهایت این است که اجرای آن از سوء بخت در زمان وزارت ایشان شده است. پس حین ورود پترزبورگ باید در نزد وزارت روسیه ابراء ذمه و تبرئه بر ساحت ایشان را بنمایم و تبدیل افکار فاسده وزرای روس را در حق ایشان داده و حسن مقاصد و نیات ایشان را درباره دولت روس مسجل کنم. ثانیاً از این عاجز خواهش نمودند که به موسیو کیرس رئیس الوزراء و وزیر دول خارجه و مستشارهای ایشان ویلنکالی و زینوویب شفاهن بگویم که ایشان یعنی جناب وزیر اعظم از برای اثبات حسن مقاصد خود در هر حال حاضرند که اگر از طرف روس طریق سهلی ارائه شود در ظرف چند روز مسئله کارون و بانک و معادن را حل نموده به حالت سابقه اعاده نمایند. این عاجز چون نجاح مقاصد جناب وزیر اعظم را عین رضایت پادشاه و خیر ملت اسلام می دانستم به پترزبورگ عود نمودم و چند نفر را که در سیاسیات مشرق زمین با خود هم مشرب می دانستم، چون جنرال ابروچوف در حربیه و جنرال دیختر در وزارت دربار و جنرال آناتیوف سفیر سابق روس در استانبول و مادام نودیکوف که از خواتین نافذ الکلمه و غالباً در مسائل سیاسیه که ما بین روس و انگلیس است می‌کوشید با خود متفق کردم و در ظرف 2 ماه 20 بار با موسیو کیرس و با مستشارهای ایشان ملاقات کردم. و پیش از آن که در مقاصد جناب وزیر اعظم شروع نماییم، اولا در این سعی نمودم که به ادله و براهین سیاسیه و به اعانت هم‌مشرب‌های خودم ثابت کنم که صلاح دولت روس در مشرق زمین آن است که علی‌الدوام با دولت ایران از در مسالمت و مواده و مجامله براید و سختگیری و مخاصمت ننماید،
و در ضمن همه وقت منح و سماح اعلی حضرت شاهنشاه اسلام پناه را در اترک و اراضی ترکمانیه و جاهای دیگر خاطرنشان ایشان می نمودم. چون دانستم که این مطلب اصلی مسجل شد و مقبول گردید و از برای ایشان انحراف رأی روی داد و آتش غضبشان فرو نشست، در آن وقت مقاصد جناب وزیر اعظم را پیش نهاده گفتم وزیر اعظم به نفس خود در مونیک به من گفتند به شما تبلیغ کنم که ایشان حاضرند اگر شما طریقی نشان دهید که موجب حرب و سبب غرامت نگردد مسئله کارون و بانک و معادن را حل نمایند و موازنه سابقه که در میان دولت روس و ایران و انگلیس بود دوباره برقرار کنند و در تلو این مطلب اینقدر که ممکن بود در تبرئه ذمه جناب وزیر اعظم و حسن مقاصد ایشان در حق دولت روسیه کوشیدم، چنانچه دوباره هم این مطالب را از پترزبورگ به ایشان نوشتم. موسیو کیرس و مستشارهای ایشان پس از آنکه مکررن از حسن مقاصد و نیات عزم جناب وزیر اعظم پرسیدند، گفتند که ما باید در این مسئله با وزیر جنگ و وزیر مالیه اولا مشورت کنیم و به امپراتور حاصل مشورت خود را عرضه نماییم. بعد از آن اگر طریق سیاسی یافت شد که بدان توان حل مسئله را نمود، به شما شفاهن خواهیم گفت که به نهج جواب به جناب وزیر اعظم برسانید. البته اگر این مسئله به نهجی حل شود که موجب مخاصمه در میان دولت ما و دولت ایران نگردد، بهتر است. پس از چندین بار مشورت، دو مسلک پلیتیک، یکی از برای خود و یکی از برای جناب وزیر اعظم تعیین نموده، به من گفتند که اگر جناب وزیر اعظم می‌خواهند ابواب خطرهای آینده را ببندند، در جواب رسالت این دو مسلک را به دیشان از طرف ما تبلیغ کن. و چون هر یک از ما خط حرکت پلیتیک خود را بر آن دو مسلک معین قرار دهیم، مسئله به خودی خود بلا غرامت و بلا جدال حل شده سبب رضایت همه خواهد بود. این عاجز، شادان و خرسند شدم که به قوت الهیه به تنهایی توانستم پس از اطلاع تام از مسالک سیاسیه خفیه روس در مشرق زمین خدمتی به دولت اسلام نمایم و وزیر اعظم را از خود خوشنود کرده باشم. چون به تهران رسیدم، خارج شهر توقف نموده به جناب وزیر اعظم اطلاع دادم. جناب ایشان خانه حاج محمد حسن امین الضرب را معین نمودند که در آنجا فرود آیم و نجل ایشان را مهماندار مقرر نمودند. و این عاجز مدت 3 ماه تمام از جای خود حرکت نکردم، به غیر از 1 بار، آن هم بعد از 1 ماه که عز شرف حضور حاصل شد و بدان نویدهای ملوکانه مفتخر گردیدم. و در این مدت جناب وزیر اعظم هیچ گونه از این عاجز سوال نکردند که در پترزبورگ چه واقع شد و جواب آن مسئله که تو را برای آن بدان جا فرستادم چه شد. بلی، در این مدت چند بار بعضی از حاشیه خود را برای احوال پرسی فرستادم، وعده ملاقات مفصل می دادند. چون مدت طول کشید از کیفیت مسئله سوال شد. در جواب گفتم که هنوز از طرف وزیر اعظم استفسار نشده است و سبب را هم نمی دانم. در وقتی که اهمال جناب وزیر اعظم به وزارت روس معلوم گردید، با همه آن محاجات و مجادلات و تبلیغات ملحانه این عاجز در پترزبورگ، ایشان این امر را به مجرد ملاعب بازی و اهانت و تحقیر و با خود حیله سیاسی مقصود کشف افکار طرف مقابل است. کاش سوال می شد و کشف افکار طرف مقابل می گردید شمرده به سفارت خود در دارالخلافه تهران تلگراف نمودند که سید جمال الدین از طرف وزیر اعظم شفاهن بعضی تبلیغات نمود. اگر وزیر اعظم می خواهند که در آن مسائل داخل شوند، رأساً به نهج رسمی با سفارت روس در تهران یا با سفارت ایران در پترزبورگ مکالمه نمایند و سید جمال الدین که به نهج غیر رسمی بعضی تبلیغات نمود، اگر پس از این سخنی از این طرف بگوید مقبول نیست.
لا حول ولا قوت الا بالله. راه رفته رنج کشیده به رجوع قهقرا به نقطه اولا برگشت. شگفت. عقده حل کرده را دوباره محکم کردن. شگفت. اعلی حضرت پادشاه اسلام پناه نتایج این گونه حرکات را به خرد خداداد دیپلماسی از هر کس بهتر می دانند. جناب وزیر اعظم چون از مضمون آن تلگراف مطلع شدند، به خلاف عادت سیاسیین جهان به جای آن که تأسف نمایند که چرا افکار وزرای روس را در این مسائل استکشاف ننمودند و جوابهای ایشان را استماع نکردند، به عرب صاحب گفته بودند که من چیزی به سید جمال الدین نگفته بودم که به وزارت روس تبلیغ نمایند و من ایشان را به پترزبورگ نفرستادم. انا لله و انا الیه راجعون. اینک لعب معکوس، اینک فکر عقیم، اینک نتیجه فاسده. با این مسلک چگونه توان راه اختار را بست و از محالک دوری جست؟ بلا سبب شبهه در دلها افکندن و قلوب را متنفر کردن. خداوند تعالی مگر به قدرت کامله خود ما را از آثار وخیمه این حرکات حفظ کند. واعجب از این واقعه این است. پس از آن که وعد احترامات و ستایش خود را از لسان مبارک اعلی حضرت شاهنشاهی شنیدم، حاج محمد حسن امین الضرب تبلیغ نمودند که رضایت اعلی حضرت شاهنشاهی این است که این عاجز تهران را ترک نموده مجاور مقابر شهر قم بشوم. هرچی در خبایای ذهن خود تفتیش نمودم سبب را ندانستم. آیا به جهت آن بود که دولت روس را به براهین و وسائط دعوت به مسلک و مواده دولت ایران نموده، یا برای آن است که به خواهش وزیر اعظم به پترزبورگ رفته در تبرئه ذمه و حسن مقاصد ایشان با دولت روس کوشیدم، یا بدین جهت که طرق حل مسائل را چنانچه خواهش وزیر اعظم بود به قوه کد و جد به دست آورم؟ اگرچه بر مجرب ندامت رواست، آنچه به پاداش مهمانی اول به من گذشت مرا کافی بود که دیگر خیال ایران را نکنم. اما لفظ شاهنشاه را مقدس شمرده خواستم آنچه خلاف گفته بودند معلوم گردد، که هم خیر خواهم هم مطیع. دیگر این چه نقش است که باز ژاژخایان کواز پسند بالله علیکم اگر خدا نخواسته ظهورات مرا از مسلک خیرخواهی منحرف و منصرف کند بر من چه ملامت خواهد بود؟ سبحان الله، توهم مزاحمت در مناسب هر وقت این صاحبان عقول صغیره و نفوس حقیره را بر این می‌دارد که ذهن وقاد و نقاد اعلی حضرت شاهنشاه را درباره این عاجز مشوب گردانند. اینک در حضرت عبدالعظیم نشسته تا ام از مصدر عزت چه صادر شود. و اسأل الله تعالی ایمدکم بالعدل والحق و ینصرکم بالحکمه و یشید دولتکم به قدرته و یحرسه عن کید الخائنین. آمین. العاجز جمال الدین الحسینی. صفحه 87. پاره‌ای از مکتوب سید جمال الدین که به یکی از دوستان خود نوشته است. من در موقعی این نامه را به دوست عزیز خود می نویسم که در محبس محبوس و از ملاقات دوستان خود محرومم. نه انتظار نجات دارم و نه امید حیات. نه از گرفتاری متعلم و نه از کشته شدن متوحش. خوشم بر این حبس و خوشم بر این کشته شدن. حبسم برای آزادی نو، کشته می شوم برای زندگی قوم. ولی افسوس می خورم از این که کشتهای خود را ندرویدم. به آرزویی که داشتم کاملا نائل نگردیدم. شمشیر شقاوت نگذاشت بیداری ملل مشرق را ببینم. دست جهالت فرصت نداد صدای آزادی از حلقوم امم مشرق بشنوم.
ای کاش من تمام تخم افکار خود را در مزرعه مستعد افکار ملت کاشته بودم. چه خوش بود تخمهای بارور مفید خود را در زمین شورزار از سلطنت فاسد نمی نمودم. آنچه در آن مزرعه کاشتم به نمو رسید. هرچه در این زمین کویر قرص نمودم فاسد گردید. در این مدت هیچ یک از تکالیف خیرخواهانه من به گوش سلاطین مشرق فرو نرفت. همه را شهوت و جهالت مانع از قبول گشت. امیدواری ها به ایرانم بودند. اجر زحماتم را به فراش غضب حواله کردند. با هزاران وعد و وعید به ترکیا احضارم کردند. این نوع مغلول و مقهورم نمودند. غافل از اینکه انعدام صاحب نیت اسباب انعدام نیت نمی شود. صفحه روزگار حرف حق را ضبط می کند. باری، من از دوست گرامی خود خواهشمندم این آخرین نامه را به نظر دوستان عزیز و هم مسلک های ایرانی من برسانید و زبانی به آنها بگویید شما که میوه رسیده ایران هستید برای بیداری ایرانی دامن همت به کمر زده اید. از حبس و قتال نترسید. از جهالت ایرانی خسته نشوید. از حرکات مذبوحانه سلاطین متوحش نگردید. با نهایت سرعت بکوشید. با کمال چالاکی کوشش کنید. طبیعت به شما یار است و خالق طبیعت مددکار. سیل تجدد به سرعت به طرف مشرق جاری است. بنیاد حکومت مطلقه منعدم شدنی است. شماها تا می توانید در خرابی اساس حکومت مطلقه بکوشید، نه به قلع و قمع اشخاص. شما تا قوه دارید در نسخ عاداتی که میانه سعادت و ایرانی صد صدید گردیده کوشش نمایید، نه در نیستی صاحبان عادات. هرگاه بخواهید به اشخاص مانع شوید، وقت شما تلف می گردد. اگر بخواهید به صاحب عادت سعی کنید، باز آن عادت دیگران را بر خود جلب می کند. سعی کنید موانعی را که میانه الفت شما و سایر ملل واقع شده، رفع نمایید. گول عوام فریبان را نخورید. انتها. صفحه 88. مکتوب سید جمال الدین به مرحوم حاج میرزا محمد حسن اعلی الله مقامه. بسم الله الرحمن الرحیم. حقا اقول و ان هذا الكتاب خطاب الى روح الشریعت المحمدیت اینما وجدت و حیث ما حلت و زراعت تعرضها الامت الى نفوس زاکیت تحققت بها و قامت به واجب شعونها کیفما نشأت و فی ای قطر نبقت الا و هم العلماء فاحببت ارزه علی الکل و ان کان عنوانه خاصا. جهت مطالعه ادامه این متن به صفحات 88 تا 96 کتاب مراجعه شود. صفحه 97. احوالات میرزا رضا کرمانی. میرزا رضا پسر ملا حسین اقدایی است و اقدادهی است از توابع یزد. چون میرزا رضا در کرمان متولد شده و تربیتش نیز در کرمان بود، لذا کرمانی محسوب می شود و در اوائل سن و جوانیش سفری به تهران کرد و یک سال و خورده‌ای در تهران توقف نمود و خدمت مرحوم سید جمال الدین رسیده و مجذوب سید شد. پس از تبعید اولی سید از تهران، میرزا رضا در مجالس بد از شاه می گفت. مرحوم آقا سید عبدالرحیم معین التجار اصفهانی که در کرمان متوطن بوده و آن ایام آمده بود به تهران، میرزا رضا را از تهران به کرمان عودت داده، زمان مراجعت به کرمان به همان وضع پایتخت حرکت می کرد. یعنی متکلم می شد به کلماتی که احدی از اهل کرمان جرأت تکلم به آن کلام را نداشت. یعنی می گفت چرا قبول ظلم می کنید
و چرا بدون جهت مال و عرض خود را از دست می دهید؟ جمع شوید و نگذارید حاکم شما را سوار شود. نگذارید اموالتان را غارت کند. دیگر می گفت در تهران که پایتخت است مردم می گویند، می شنوند، با شاه ملاقات می کنند. پادشاه انسانی است مثل شما، به عرائض متظلمین رسیدگی می کند. دیوانخانه عدلیه دارد و آنچه حکومت یا اجزای او بخواهند مال مردم را ببرند حق ندارند. حاکم باید مالیات بگیرد و نظم مملکت را بدهد. حاکم حق ندارد دختران رعیت را به زور ببرد. و ضمناً مدعی مرحوم حاج آقا ابو جعفر هم شد که ملک شروع که وقف بر جماعتی است به اجاره پدر من بوده و باید در تصرف من باشد. آن مذاکرات و این ادعا با تبعیت و تقلید از سید جمال الدین باعث شد که میرزا رضا را گرفته و چندی او را در حبس داشتند تا اینکه علمای کرمان از او توسط کرده و او را از حبس نجات دادند. این دفعه میرزا رضا به عنوان تظلم روانه تهران شده و در تهران آنچه تظلم نمود کسی به داد او نرسید، بلکه نایب السلطنه کامران میرزا بر حسب خواهش آقا بالا خان معین نظام که این اواخر وکیل الدوله و بالاخره سردار افخم شده بود، میرزا رضا را به حبس انداخت. آقا بالا خان معین نظام برای خوش آمد ناصر الدوله حاکم کرمان که میرزا رضا از او متشکی بود، این بیچاره را عقبه می کرد تا اینکه این اواخر او را به محبس قزوین فرستاد. با جناب حاج سیاه و حاج میرزا احمد کرمانی و چند نفر دیگر و مدت 22 ماه در زندان قزوین و چندی هم در انبار شاهی با نهایت سختی محبوس بودند. و در سفر دوم مرحوم سید جمال الدین ارادتی بهتر از اول به آن مرحوم پیدا کرد و پس از نفی سید جمال الدین و رفتن او به استانبول، میرزا رضا هم که از حبس رها شد رفت به استانبول و چون خدمت سید رسید تظلمات خود را به طریق عجز و لابه اظهار داشت. مرحوم سید در جوابش گفت میبایست که قبول ظلم نکنی. این کلام در میرزا رضا مؤثر افتاد و عرض کرد همینقدر رفع کسالتم بشود انتقام خود را میکشم. و پس از رفع خستگی مراجعت کرد به تهران. و در حضرت عبدالعظیم در بالاخانه‌ای که میان صحن و مدرسه است منزل گرفته و به شغل جراحی خود را معرفی نموده و ضمناً امنیت خواستن را بهانه خیش نموده، به هر یک از بزرگان که می رسید اظهار می نمود که توسط کنید و تحصیل امنیت برایم بنمایید. همراهان گرامی، لطفاً برای توسعه فرهنگ کتابخوانی و افزایش دانش همگانی با فشردن دکمه سابسکرایب و لایک و به اشتراک گذاردن آثار این شبکه ما را در این امر خطیر یاری فرمایید. برای دانلود و
و بازدید از دیگر آثار فرهنگی ما نیز لطفاً به پایگاه اینترنتی www.farhangfarsi.com مراجعه فرمایید.